آقای دکتر، از منظر بازار سرمایه ابتدا بفرمایید که این بحث چقدر میتونه به نفع بازار سرمایه باشه؟ سلام عرض می کنم خدمت شما و سهامداران عزیز و بینندگان عزیز این برنامه. بله، مجددا بسته عرضه شد برای جلوگیری از ریزش در بازار سرمایه. همون منتالیتی و طرز تفکر گذشته که در طی 2-3 سال گذشته بر مدیریت بازار سرمایه حاکم بوده، مجددا در این بسته تبلور پیدا کرده و واکنش امروز بازار نشون میده که این بسته به نظر من نخواهد توانست اعتماد عمومی رو به وضعیت بازار سرمایه و وضعیت مدیریت بازار سرمایه بازگرداند. دلایل متعددی هست که اگر سوال بفرمایید در خدمتتون هستم، پاسخ خواهم داد. بله، یکی از ویژگی های این بسته که حالا اعلام شده و خیلی روش تمرکز شده، اون مشخصا بند اول این بسته 10 بندیه که مشخصا به موضوع بیمه سهام اشخاص حقیقی میپردازه. شما نظرتون درباره این چیه؟ این چقدر میتونه، در واقع دولت میاد تضمین میکنه که سهام افراد رو 20% بالاتر از ارزش روز خریداری بکنه، این در واقع سهامداران هم باید اوراق تبعی بخرن، این فکر میکنید چقدر میتونه مؤثر واقع بشه؟ چون یکی از مهمترین بندها هست که روی اون تمرکز شده. بله، درست میفرمایید. این راهکار اگر به درستی اجرا میشد در برخی مواقع میتوانست مفید باشه. حتی این پیشنهادی بود که خود بنده 2 سال پیش مطرح کردم، منتها بدون مشورت با بنده متاسفانه به یک نحو دیگری در بازار اجرا شد و هیچ وقت هم موفق نبود. ببینید، ما دو نوع راهکار برای مدیریت ریسک بازار داریم. یکی راهکارهای منشعب از بازار، یکی راهکارهایی که سیاستگزار از بیرون از بازار ممکنه اعمال کنه. ترکیب این دوتا با همدیگه، یا اینکه اگر سیاستگزار تشخیص نده این دوتا رو از همدیگه تفکیک نکنه، میتونه واقعا مضر باشه و نتیجه کافی رو به بار نیاره و حتی برخی از اوقات میتونه به ضرر بازار تموم بشه، که خدمت شما عرض خواهم کرد که در همین چند بندی هم که هست متاسفانه راهکارهایی در گذشته اعمال شده که به ضرر بازار بوده. اما ببینید، وقتی که شما میخواید سهام رو بیمه کنید و به هدف در این در واقع در این بیمه سازی بازار این بوده که افراد خردی که در بازار حضور دارن آسیب نبینند، برای همین هست که تا سقف گذاشتن، سقف 100 میلیون تومان. اگر که این راهکار از بازار بیرون آمده بود هیچ وقت سقفی نمی داشت. اینکه سقف داره گذاشته میشه، یعنی به عبارتی احتمالاً داره سوبسیدی داده میشه، احتمالاً نگرانی وجود داره از اینکه پولهای بزرگ وارد در واقع این ابزار بشن و از این ابزار استفاده کنن. به نظر میرسه که راهکار خارج از بازار هست، از جایی باید منابع این تأمین بشه و اون منبعی که منابع رو تأمین میکنه ممکن هست که متضرر بشه، همونطور که در گذشته در نیمه دوم سال 99 هم این راهکار ارائه شد و کوچکترین توفیقی نداشت. حالا چرا کوچکترین توفیقی نداشت؟ یکی این که این مسئله اعلام شد به بازار که ما سهام شما رو بیمه میکنیم، ولی به درستی تبیین نشد که شما باید اوراق تبعی خریداری کنید. یعنی در واقع یک حالت ژورنالیستی داشت، بیشتر در صدد این بودن که در واقع، حالا اگر هم این نیت رو نداشتن، ولی به هر حال فقط در میدیا این صحبت ها مطرح شد، ولی در عمل دیدیم که تعداد افرادی که استقبال کردن از این طرح بسیار پایین بود. اون هم عرض کردم چون بسیاری از افراد اطلاع نداشتن. حتی بنده به عنوان مشاور اقتصادی خیلی وقتا من پیام های دریافت میکردم که مردم میپرسیدن که آیا سررسید این بیمه های ما نرسیده که ما سهاممون رو به ارزش سابق بتونیم ارزش رو حفظ کنیم، و من عرض میکردم اگر شما اوراق تبعی رو خریداری کردید، و این بندگان خدا میگفتن نه، ما این اوراق رو خریداری نکردید. بنابراین یک مسئله این هست که در واقع اگر قرار هست که افراد بیمه بشن، باید به صورت خیلی گسترده به افراد اطلاع داده بشه که این اوراق رو خریداری کنن. توصیه بنده این بود که منابع از جای دیگری تأمین بشود و به عنوان یک ابزار سیاستی سهامدار خرد بیمه بشود.
یعنی به صورت خودکار بیمه بشود، نه اینکه در واقع سهامدار بیاد و اوراق تبعی رو خریداری کنه. اینی هم که الان ارائه شده اصلا اوراق تبعی نیست. اوراق تبعی، اوراق مشتقات، این خصوصیاتی که در بازار سهام ما داره دنبال میشه اصلا این خصوصیات رو نداره. البته شیطان در جزئیات است، من نمیخوام بهش بپردازم، ولی مثل بقیه پیشرفت‌های بشری که ما این پیشرفت‌ها رو می‌گیریم و در کشور خودمون به ابتذال می‌کشونیم، متأسفانه اوراق تبعی و کلاً مشتقات هم در کشور ما و در بازار سرمایه ما به چنین سرنوشتی متأسفانه دچار شدن.